گل خانم سلام. سلام. خوب هستین؟ بسته نباشین. آره خوبم. نه چیزی نیست. چیزی نیست. چول با شما؟ چول با شما دیگه. نیست چیزی. واک بازم این چیه؟ نه چیزی نیستش. چیزی نیست. چیزی نیست. چیزی نیست. یعنی چی چیزی نیست؟ نگاه کن. حسن بنا نه اولب ده. خودش فهمید. خودش فهمید. بنا نه اولب. زرناه. چرا دعوا میکنی؟ چرا میری آخه؟ عجب بابا از نکن شما جونه شما من پدر منی نگو این حرفو. آخه این هر کارا چیه؟ این حرفو چیه؟ من بگم میتونم بگم بابا نه اجازه بدید. این آقا منو برداشته برده پیش آقای اسماعیل سگدست، بعد منو دعوا انداخته با پسرش، بعد پسرش یه جا زدم، بعد دوباره اون منو زد، آخرش که دیگه داشتم میباختم و بازنده میشه از این دعوای مخاف تو خیابونی و اینا هستش. اونجا با اسمش زدم، با مشت زد به صورتم. بمیرم الهی. خوبه پر نشده اصلا جدل اشاق جوتی بابا فیرزن خود دارن علی نه کسی هستی که من اینو نمیگه اینو نمیگه داره با من محترمانه حرف میزنه. محترمانه نیست داره گلنش چست هستی؟ یعنی چی؟ نوتو ببر ساسین چست؟ با حسن سرطلدو پسلامو نگرم. حرف آخر همم باید بذارم و برم. بگو دست هیچ وقت زیر سنگ نمیماند. یواش همسایه همسایه فرهنگ داشته باشه. ببین بیا اینجا کامران نرو. اوشان یه بوجه نسالدن با فقط سن به اوشاق اونما بریم اینجا راحت داشت میگم سن نه آرما داله سن او کده سرطب دروب تده اصل روزی ده بوجه داله شده یخ سن بایستم با سن گوی باز من شاب تر میتیگه نماش ویرمه منه نماش ویرمه سینما چی خادب منه بنی بلی لده نیلی لده چوستم من نه جو داشت شده بس سن آبا گوزی داشت شد سن من سرطب سن که سن با بو قدرت ده بازم ویرسن آبا هارده سن ده جیب دورده معلوم در نگله تارتیب ده ماما حسن ده من نلم بله گیتردی سن ماما اونو یقشترم آقا بلاز اون سن میدم من ورسن اون سن بلام من پیسه برزا الان کامران جون اینو درست کنم و بعد اسما رو بگم بشکنه حالت ببین چه خوب میشه مانه تأثیر ممکنه داشته باشه. اول از محل مشروع میکنم، اول از آقای مقصودی. این یه مقصودایی درسته لاغر اندامن. آره آره آقای مقصودی خیلی خوب همسای بغلش آقای سکوت خانومش دو تا بچه ها بازه کارشون رو انجام بده عزیزم مادر بزرگم من اون لبسه بذارین صحبت کنم مادر من اول خانو قربت برم محمد هست چرا فلسفه تو بابا گوشن ایشه میزی جره زدم الان این برای چشم بده برای نظر داشتنه ما که ببینیم کی زده اینو تو بالا چی میگردی تو چشم منم ببین آخه من بذار هر روز پرت 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 تخمر بشکونه اسراف اسراف چه خرافاتی آخه من خب داری دور میشی گل خانم داری دور میشی نزدیکش بگو بهش بگو بهش مقدمه نچین مقدمه نمیچینم میگم حسنم بگو پدر حسن رو هم بگو کدوم پدری بچه‌شو باشه بدتر از تورجه بگو شما بزن بیا بفرما بفرما پاشو ببین بعدم بگو اینا همه مادر من تو اینا رو دستکاری میکنی تو تخمرگ رو دستکاری کردی کدوم پدری بچه شاخت چشم شما چش کردی منو نزن کاملا حرف نزن دارم با مادرم حرف نزن کی منو فرستاد تو دل شیر کی منو فرستاد برم با اونو درگیشم این منو چشم نیست این حالا یه حماقت یه کاریه کرده مادر من این تخمرگ رو بردار ببر بوش پیچه حسن سنه جرم پیس جونه هستت خسته کردی این گل خانو او شاقه جانونه نمن استسن اندور میجا راحت داشت الله من اندورسن میراس بی یس سشست دوسته یا خام کسون اجرا بزید نجانلختم حالا بگو ببینم کامران پاشو مادر من مادر من اینم دفعی حالم خیلی بهتر کجا اینا رو ببرش بوش اذیت میکنه این حساسیت نه حساسیت نه چرا پسر باید ببر البته اینا رو پسر بزرگ کنیم میشه دیگه افتاده به جون نوم نوه عزیزم نوه خوشگلم نوه آهام نوه عزیزتو ببین چی کار کرده این تخمارم این خورده همه رو خورده پروانالر اوینار بلبل جلنده دیردیدین چرا خدمت زده بویشون اینو ماشینیه
این درست خونه نگاه کن آه. هر روز یه مدل میپزن اصم بابا یه روز خمیره یه روز خشکه امروز هم که ماشینیه یار نشد امروز کامران نه بابا بچم بدنش خورد و خمیره کوبیده شده آخه آخه راستی حسن میخواستم یه چیزی بهت بگم بگو من یه دختر خیلی خوب خانواده خوب خودش یه بر روی داره همه چی تقریبا درسته برای کامران در نظر گرفتم مادر من این قایمهاشو نمیتونه بکشه بالا شما میخوای براش زن بگیری باز شروع کرد چرا میزنی تو سر بچه خودت چی کم داره از بچه مردم داره؟ خیلی چیزا کم داره خیلی چیزا کم داره عقل کم داره بابا مادم گرفتار عقل داره خیلی هم خوب داره اون اندازه که لازمه داره باش باش بعدشم بابا من یه عمر توی این خونه جز صدای خودم صدای هیچ زن دیگه نشنیدم مادر من شدم. منم آدمم صدای زن اونو بشنوی صدای زن آدم های دیگرم میتونی بشنوی یک کلیک کردی زن بگیرم زن بگیرم حالا اسمش چیه؟ چی هست یارو؟ شیوا شیوام هست اسمش کی هست حالا؟ ببین همین روبروی همسایه داشتیم خونه آقا عبدالله میشستن آقای فریدون که زنش مرد با بچهش مون تنها کارگر کارخونه روغن نباتی آفرین بازنشسته شده البته خیلی وقت بازنشسته شده ای بر پدرت فریدون ای بر پدرت وا برای چی پشت سر بنده خدا فوش میدی یا نفرین میکنی مادر من خوش به حالت که اینقدر زود یادت میره همه چیز چرا؟ یادت رفته بچه داشت از گشنگی میمرد اینجا شیر نمیخورد بهش زنگ زدم از همین تلفنی که اینجا داشتیم قدیمی قغقغا زنگ زدم بهش چی گفت حاضر نشد به این بچه شیر بده شیربها میخواست شیربها این همونه بله همونه فریدون زن فریدون آدم خسیس زن برای پسرم نمیگیرم اونم از فریدون تمام شده اصلا نمیتونم بخورم این چرا بیزار نمیشه کی میخواد مرد بشه حسن کامران ای بابا شاید دختره مثل باباش نباشه نه من که اینجوری گفتم سلام علیکم سلام سلام خانم حالتون چطوره خوبی؟ احوالتون سلامت باشید احوالتون سلامت باشید احوالی که نمونده خواهد راستش یه ضربه به وقت نمیزیره ماشین دیگه این شوهر خواهر حقیقتم رو دیدین دیگه چجوری این خواهر من رو خام کرد حالا خدا رو شد به خیر گذشت تموم شد ولی چی؟ ماشالله دختر شما ماشالله زبونش زنده باشی قشنگ مرتضی رو ساخت خودش اونجا اصلا ما هاج واج بودیم دیگه بالاخره کمتری خدمتی بود میتونستیم ارائه بدیم به شما خوشم سلامت باشی زنده باشی دانشگاه مشکا میره شیوا بله این سه روز در هفته میره دانشگاه روزای دیگه همین زیلینگ میلینگایی که درست میکنی میبره جلو پارک میفروشه یه موقع هم مثلا تو مترو اینا همین زیل ویجی دا ماشالله هنرمند زبون و هنر و همه چی نگی دیگه خواستگار ماستگار پیدا میکنم شیوا بابا زوده میره شوهر میکنه من تنها میشم نه نه بابا ماشالله خودش مردیه واسه خودش البته که اون زبونی که این داره ای بابا من اگه این زبون داشتم 20 بار پشت سر هم رئیس جمهور خانم تو رو خدا این حرف جلو من نزنی چرا سیاسی نه نه بس این نیست من میگم ماشالله نه میگم ماشالله شما اینقدر خودتون خوبی داری کی الان خوبیا رو داره بشمارم براتون الان بذارید بشمارم یه لحظه بچه اسخای میکنه ببخشید نه نه اون بس نه نه اینو من اینو درست کردم ناقابل آره خودمون یعنی خودم تنهایی گفتم بدم خدمت شما چه قشنگی زنده باشی ماشاءالله با سلیقه اینا سلام خودم نقاشو از خیلی قشنگ ولی من این پولا ندارم اصلا روم نمیشه روم نمیشه نه اصلا روم نمیشه روم نمیشه قابل شما نداره سلام باشه تو رو خدا باش فقط بعدن حالا هر وقت فرصت شد تشریف بیارید تو کیفا اون کارا رو که نصف نیمه بود اونو تمومش کنی خواهرتون که چیزو شما سری رفت من کاری نصف نیمه ول کنم دارم نه میگم یه خود ببخشید خیلی عذرخواهم شما اون تاشو یادتون رفته من کارامو کردم شما باز پول میدین تاش رو ندادید من اصلا میگم اصلا من گفتم پولو که من میدم خدمتتون اینو جو حساب نکنید این اصلا این اصلا پولینه این دلیه این بحثش جدا اون من شما گفتین که پرده انگار یه خورده پاره شده اون باید میدوختین یه پنجره مونده بودی خودم جلو در انگار مثلا باید تمیزونه میشه حالا امشب که دیگه تا غروب من واسه من غروب میام غروب دیگه خالی که شد دستم میام میام پردهاتو میذارم میرم آره ببخشید فقط اینم بعدن هر وقت نمیفروشم نه نه نمیگم نه میگم نه خدافظ شما خدافظ خدا هر وقت حالا نصب کردین حالا عجله نکن خدا خیرت بده تو رانجو
دستت درد نکن. خدا بهت سلامتی بده. آره قربونت برم. باشه باشه اینشالله. چرا که نه، اینشالله که این وسط هم سر بگیری. تو خودت بیای مجلس گردون عروسی کامران جونم باشی. آره قربونت برم. باشه خدافظ خدافظ. چه اینجوری نگاه میکنی؟ وصلت چی بود؟ کیو میخوای به کی وصل کنی؟ آها وصلت. ببین چای تو بخور. پاشو برو یه دست لباس خوشگل بپوش، یه دستی هم به اون موهات بکش، برو پارک گفتگو، سخنگو، لاله، لادن، ملت، ریتریه. برو بابا. چی گفتی لاله؟ یه چیز من که اینا رو گفتم، ولی شما گفتی قورباغه. پاشو سری بخور، بلند شدی که برو پارک. ببین توران آدرس بهم داد، گفت چی کار بکنی. آها. اونجا میری یه دختری اسمش شیواست. شیوا از این زوش ازوی موزوی زلمزین بوها خودش درست میکنه، میاد اونجا بسات نمیکنه میفروشه. آها. برو اینو ببینش. گل خانم اونجا کل اون راستا از همین گارای ازو و دستبند و زیورالات و اینا کار میکنن. از اون سر تا اون ته همه رو برم ببینم. نه نه خیر، نمیخواد از اون ته بریم. خیلی یه نشونه بیا. یه عکسی اینا عکسشو توران فرستاده. امام بده بد نشون بدم. بیاختم ببینم دیگه. سب کن بیارم. تو چه میدونی کجاشه؟ بیا کو. این که کوله پشتیه. که کوله پشتی چیه؟ دختره رو نگاه کن. حالا هرچی، منظوری که دختره معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ کو کجاست؟ کو دختره؟ بابا اینها، این دماغش، این لب دهنش، اینم چش ابروش. بیا دختر هست دیگه، آدمیزاده دیگه اینا. خداشو ممنونم آدمیزاد برای من نشون کردین، جانور نیست. خیلی متشکرم کامران. زود باش بلند شو برو. تورم بهم گفت، گفت این دختره دختر خوشگلیه، برای رو داره، زحمت کشه، ریزه میزه است، خوشگل مشکله. ببینی حتما میپسندی. ببینم و پسندیدم. خب چرا که نه. آره اگه خدا بخواد قسمتت باشه با همون یه بار دیدن ازش خوشت میاد. کافیه اینقدر آدم باشه. اومدیم اینقدر آدم بود، منم خوشم آمد. خب. بعدش چی گل خانم؟ بعدش رو من بگو، دوست دارم بشنوم. بعدش چی؟ کودقاوخ نه با او چی استعمل ده نده اینده. بعدش چی؟ نه پس دستشو بگیری ورداری زود بیاری خونه. نه پسر جون، یا عالمه این حرف و سخن داره، باید ما بریم حرف بزنیم، اونا بیان حرف بزنن، برنامه ها باید چیدشه تا اتفاق بیفته عقدش کنی. من اصلا نمیخوام ازدواج کنم. میگی دستشو بگیر بیاری تو خونه، میگم نمیخوام من ازدواج کنم فعلا، من قصد ازدواج ندارم، کلی کار دارم باید انجام بدم. تو غلط میکنی که میگی قصد ازدواج ندارم. ایشم بره ایشه گده بی با الیب من آقاش تبریز آقاجه. بله قد بلند کردم این درخت تبریزی. من میخوام با دایی برم تیم پلیسی و عملیاتی درست بکنم، کلی کار دارم من. من اگه بیام الان ازدواج بکنم دست و پام بسته میشه، پرام چیده میشه. ازدواج پرچینه، قیچی میندازه پرتو میچینه. من اول فیلسوف پروفسور. بله پروفسور. جر جر جهنم. نمیری نرو. ایشم بری ایشه. بودوخ. هیچی شنفم. هوشه. نمیرم. میکنم. زمین یک شازه تا واقعا کم بدم.
آره اونجا حالا تنوعش هم زیاده. کیفه تو فروشیه نه؟ این؟ همون نه این شخصیه مال خدا. میتونم ببینم؟ میتونم یه شخصیه. ببینم فقط به نگاه بفرمه. آها خیلی خوش. اونا خیلی خوشگل. بدین من بذارم اینجا شاید میتونیم ببینیم. من میتونم کمک کنم بهتون. خوبی خوب هستین. خیلی دیگه من اصلا نامزدتون میخوام. من میتونم کمکتون کنم. ببین اینا خیلی پرفروشه. خیلی خوب. من نامبر نامزدتونم. برای خودتون میخوام. ما کار مردونه اصلا نداریم. من اگر شما بخواید جان. آره میتونم. آره کار نداریم. تعویض نخ هم داری؟ آره تعویض نخ دارم. اون 30 و 35. چه خوب قیمت. بفرمایید. چه قیمتو چه خوبه. هر کمکی که خوب کنید. چیز برای خانم محسن چی دارید؟ برای مادرتون. بزرگ. آن چاق مادر. مادر بزرگ. باشه هر جور راحتین. خواهش. مادر بزرگ. چند بود میگفتی؟ اونا یکی 30 و 35. خواهر مادر بزرگ. خوب بود قیمتش که. قیمت خوب بود. خب من کدوم بذارم؟ هم این هست مثلا رو باز خودتون انتخاب کنید. اینه. کدوم میخواید؟ کدوم خودتون مثلا صلاح میدونی؟ من مثلا سلیقه خودتون چون من خوش سلیقه این شما که مرسی خواهش میکنم. خب بفرمایید. برو آقا آقا چی کار داری؟ بذار خرید کنه. نه آخو معلوم بودش میخواد شما ما این هفتی مردون نداریم. چه شانس مردونه داشته باشم؟ شما چی کار داری؟ اصلا تو چشمش من خوندم که آدم شما اصلا چی کار داری؟ آقا بذار مشتری خریدشو بکنه. بفرمایید قیمتش هم 15,000 تومانه. سی مگه نبود؟ او این 15,000 تومنه. اونا سی قیمتش با فرق میکنه. همش که قیمت نداره که. خب الان نقدی حساب میکنی؟ نه نقدم رو نیست. خب کارت خان بیارم؟ کارت خانم کارت ندارم. خب میرزیم تو کارت اینجا شماره میرزیم تو شماره کارتتون شما اونجا ببینم. جزو بدیم جونا جون چی شده؟ خب بدیم. بله پرداخت شده چیه؟ بله. حالا پس من دوباره فردا میتونم بیام مثلا؟ تعویض نداریم ما. نه ما تعویض نمی کنیم. یکی دیگه اگر بخرم اگر نمیخوایم باری یکی دیگه هر بخواستی تشکر. باش نداره مردونه نداره مردونه نداره کار نداری آقا برو خدا حافظ. خدا حافظ. باشم بیدید اینجا چی میشونم باکه میشه بابا اینکه بعد از که خودتونه میرسید میباشید من جمع میکنم کجا بد بینید چی کجا خونم خیسه نمیبینی باید خوش بد برو این تا شب طول میکشه خوش بشه نه تا شب 3 سوت خوشگه اینو ببین خوبی به من یه الان کفش ما در بیارم با جورو با میرم برش که نداره اگه عقلت اینقدر میرسه که کفشتو دری با جوراب همچون از جایی که خیسه بری بالا تو خونتون از نظافت اینقدر میفهمی بیا برو چی بگم دیگه دختر خوبی هستی یا بعضی وقتای من اصلا تو رو میبینم یاد خودم میفتم همیشه مثل این دختر قیرتی ها نیستی همچون سر ساده ای ولی یه زبون داری آه اینقدر ولی استفاده نمی کنی ازش و زرنگ بشنی زبونه استفاده من اگه زبونه تو رو داشتم آن تالایی لکم شده بودم یعنی که اقل لکم یه شوهر پول دار تور زدم رفته بودم دار تور دارم خود جا ببین پسره بون ازت دست من خرید بر مادر بزرگش چی؟ دست من خرید کی به شما گفته واسه من خواستگار بفرستی؟ کی ازت خواسته بود؟ رو دست بابا موندم دست شما موندم؟ شلوغش نگو ببین جا شلوغ نگو ماچی به زنر علکی شوهر بیو نمیاد که شوهر نیست که آه قرص قمر وایسادم رو برود شوهر داشتم مدم جا پله بسابم با تو یکی بده کنم ببین خانم قرص قمر توی زندگی من دخالت نکن من خودم خانواده دارم ببین خانواده دارم گفته بودم به بابات گفته بودم ازش اجازه گرفته بودم چی کار کردی؟ اصلا من نمیفهمم کی به شما اجازه داد زندگی همه دخالت کنیم الان بابای بیچاره من به زور داره خرج زندگی من میده الان باید بابت خرج عروسی جایزه من قصه بخوره آخ من کی دخالت کردم الهی بمیری تو را ان شاء الله بمیری هر وقت اومدی ثواب کنی کباب شدی ترسی
دیدن. بابا سلام، خوبی؟ کجا؟ برم جلو بابا. خب من بعد میشورم. نه بومیده بومیده. نه بیا بیا برو، فقط لیزه ها نه. باشه باشه بابا جون، لیزه خیلی کفه شما. لای دلم وای نسیم گسری. بله 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 بله، اومدم خدمتتون. بله بله. سلام، شما خوبید؟ چطور؟ ببخشید ببخشید، خوبی؟ زنده باشید جان جان. باشه من کار راه رو زود تموم شد، گفتم که فروشا بیام تتم کار شما رو انجام بدم. بله حساب کنم برم. بله بله بفهم، خواهش می‌کنم. حساب کنم برم. ببخشید ببخشید، منم تو آشپزخونه دستمال خوش بردارم. دیگه من دخالت نمی‌کنم، هر کاری. نه من دارم دستمال خوش می‌کنم. میدونم، میگم تخصصی من دخالت نکنه. دستمال خوش برداشتم. میگم که شما بفرمایین، من کارم تموم شد، خودم صداتون میکنم بعد میرم. بفرم. نه اصلا صداتون نمیکنم، شما پول من بزنید همونجور در اونجا کفشو باید برم در میرم. همه الان بشین، جدی میخوام باهات صحبت کنم. نشستی؟ حالا همین حال. ببین بابا، من خیلی فکر کردم، واقعا اینجوری نمیشه زندگی کرد. یعنی من نمیکشم دیگه. فردا پس فردا تو میخوای شوهر بکنی یا نه؟ خونه بخت میخوای بری یا نه؟ خرت و پرت میخوای یا نه؟ جهیزیه میخوای؟ بی صفکاره میخوای؟ شغل بخت میخوای؟ من کجا باید بیارم باید بخرم؟ این دستماله اخته پرز میده، روزنامه چیزی نداره این خونه بهتر پاک کنه؟ آخر دلم بخواد من بمونم. ببین پدر من، بابا جون، من که نمیگم تا آخر عمر این کارو بکنیم که آقای من اصلا چند تا این قرصه این چند تاست من که یه چند ماه یه سال این کارو میکنیم، یه سر و سامونی بزنیم دیگه میبینیم خلاص. اصلا چه یه سال چه 10 سال، این کار خلافه. من دلم نمیخواد کار خلاف انجام بدم. چی خلافه افتاد رو دهن تو؟ خلاف خلاف تو روی من، اون خلاف دادم به تو بابا جون. فقرا که نمیخوام بکنیم، چهار تا دم کلفت گردن کلفت آقازاده، چهار دم کلفت گه اونها کجا کندی کلفت شده مال من؟ هیچ چی کار خاصی نمیخواد بکنی. یه دونه این قرصه برمی داره میذاره میذاره گوشه لوپه دیگه آب با میکنه میره قرقرقرقرق تا تمام خلاص. رو حرف منم دیگه حرف نمیزنی. آه مثل چند روزش که نزدیک بود زندگی آقا مرتضی میسر خانم به هم بزنید تا پای طلاق رفتن، مثلا دیگه نمیخوام این قرصه بخورم. اتفاقا حرف خوبی زدی، مثال خوبی هم زدی. این قرصه کارشو درست انجام داد، یارو مرتضی هم جادو شده بود. بابا یه نعمت، یه رحمت به زندگی ما اومده. از قدیم هم گفتن مثلا شکر که میکنی رو نعمتتون بیشتر میشه نعمت، کف میگه دیگه اون جوابو نمیده. بابا پدر من، نون خودمون از گلون پایین چه رسید نون هرون؟ با صرف خودش ده یه دنده یه دنده یکی دوباره. من این همون مادر که دنده که این صد بعد از همون مادر که چیز احسا بادم خورد بابا از اولشم این همون مادر هر چی بابا من دارم یه این ما همه شون بابا این هم احسا بادم خورد. گوش بده یک کلام آدم باید صحبت میکنی. عجیونه ها این مهره مهره اینا این قرص مرس میخوره. چه قرصی حالا اینو من باز بفهمم که چه چه فیده چی کم کنی؟ چه با من تو آقا فریدون خوش کن، پی کارتو تم کن، برو برو کارتو تم کن برو. Thank you.
شده؟ سلام علیکم. نه خوب هستی؟ خیلی به همشان خوبی؟ مطمئنی؟ نه ای کود چیز درق نبودی بود بیا به خودش میسازه این گرسه هایی بر نپریده نسازه به من سودش که باید به من برسه نسازه سلام خانم چطوری؟ سلام خانم چطور این طرفا؟ والا امروز من خود کار نداشتم گفتم برم تا این پارکه یه ذره راه برم حوصله‌ام باشه. پارک هستی برای چطور ما ندیدیم؟ بله پارک هستش. معلومه شما اصلا به سلامتیتون اهمیت نمیدین. پارک هستی شما باید پیاده روی کنید. اتفاقا من چون قوز قرنی هم دارم خیلی پیاده روی براش توصیه شد. کجاست این پارک ما بریم؟ پارک همینجا میگم یعنی اگه کار ندارین یه دقیقه الان میتونم ببرم میتونم اگه خوشون ببینید همین الان؟ بله دیگه همین الان البته اگه دلتون خواست نه نه دلم میخواد الان فقط من غذام رو اجابه خب سوش چقدره غذاتون؟ سوش خیلی نیست خب دیگه کمسی باشه نمیسوسه که بیم بریم همین الان بریم بفرمایید کجاست این پارک ما بریم ساخت بس بس هر میز شو سر سه خدمت شما روم نمیشه اینام نداره باید بخوری بفرمایید خیلی ممنون حالا شما زحمت کشیدید من یه دونه میخورم ولی می گربه شور تو رو بابا به خدا تمیز شستن تمیز خیلی سخت میگیره به خدا نه سخت که حالا من خود وسواس اینو دارم ولی اصلا باید تمیز کار کنم نه که تو خونه مردم کار میکنم اگه تر تمیز نباشم وسواس نشه باشم که خب پولمو درست حسابی نمیدم بابت اهمال کاری که پول نمیدم نه قبول دارم آره فقط ببین تو ران خانم من یه عقیده دارم تو زندگی که زندگی رو هر جوری بگیری همون جوری پیش میره خیلی دروندش نباش بله همین دیگه مردا رو که ولشون کنی عین بچه‌ها دیگه نه پاکیزگی میفهمن نه تمیزی میفهمن هیچی بله نسبت بله نسبت دور از جونتون عین بچه‌ها یکی هم مراقبشون باشه نه چرا بله نسبت درست میگی به خدا اتفاقا مرد که تنها میشه اصلا بدبخت بیچاره است هیچ کی براش الان من کی برام دل میسوزونه آخه شما که الان انقدر این چیزا رو بلدی و حواست به همه جا جمعه و اینا چطور این همه این سالا زنینا نگرفتی یعنی چطور تجدید فراش نکردی مثلا سرسامونی نگرفتی خب مثلا خودم تو به این مورد خیلی بوده فقط تو فرامون من خودم دم به تله ندادم دم به تله آره شما ماشاءالله خودت یه پا تله قشنگ نمک داری و نمک میزنی تو بوز آدمو ولی حالا جدی اونه که شوخی کردم ولی ببین من الان بالاخره یه سنی ازم گذشته قبول دارین بله ببین الان من نمیتونم دست یه نفر رو بردارم بگیرم بیام الان بیا تو زندگی من بخوام بهش کار یاد بدم تازه ولی خودش باید دیگه بالاخره هنرمند باشه خونه دار باشه بره زندگی قشنگ جمع و جور کنه میگیری چی میگم که ببین من رو هوا میگیرم هوا چن میگیری بعد جریان دخترم هست دیگه باید یکی باشه باش بسازه بلخ بله میفهمم ولی خودم سخت میگیره دیگه آدم سخت که بگیره هی نگاهش به اون دوراست فکر میکنه حالا چه خبره اون برای همش نام آسون بگیری همین دم دستت همین نزدیکات همین دور و بر اصلا چش تو واکنی که میبینی همین دور و بر خود همون جا که خودت نشستی بله. مثلا بله حالا من حتی پیشنهاد دارم براتون یکی سراغ دارم پاکو پاکیزه خوب خوب. با سلیقه خانوم زن ها قشنگ زن قشنگ زن زن کامل کامل بیا بیا انگورو به خود بریم به خدا تمیزه بیا بیا تعارف میکنید تو رو خانم من میگم الان که اینجا جمعیم لحظه رو ثبتش کنیم احتیاطی مثلا با شما و انگور خوبه نه شما بگیم نه 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 من دستم میکنم میلرزه و اینا سلام بابا کی اومد یه صدایی بکن آدم میترسه سلام جناب آقای پدر موقعی اومدم که غذاتون سوخته بود اخ سوخت
من که سوشو کم کردم خواست زیرشو کشیده بودم پایین. ابدن یه چی دیگه درست کنم. کجا تشریف داشتین که غذاتون دود شد رفت هوا؟ من کجا تشریف داشتم؟ من معمولا کجا تشریف میبرم؟ رفت بودم برای جناب عالی خرید. تو پارک چی کار میکردین؟ پارک که مثلا قوزه قرنیه گفته بودم مثلا پیاده روی باش خوب رفتم تو پارک خور برای قوزه قرنیه پیاده روی. تنها معلومه که مثلا تو یه جاییش که کامل از یه جاییش کامل دیگه تنها نبود، مثلا یه چی توران هم بود. توران همین توران خانم دیگه. آره همین توران خانم. تصادفی یهو از اونجا مثلا تصادفی دیدمش که مثلا گفتیم با هم مثلا قدم بزن. چه قدم بابا این زن حرف میزنه دیوونه. حالا اصلا حرفا رو ولش کن، میگم چیز کنم برم یه خورده اسفند دود کنم بوی دود و اینا بره بیرون. نه این بو کبابه، اون دل و قلبه‌ای که وسط پارک به هم میدادین بوش تا اینجا اومده. بابا این چه وضع حرف زن دل و قلبه چیه؟ چند کلون گذرا با هم صحبت کردیم، معنی گذرا رو هم فهمیدیم. کمونده بود قوری سمور به خودتون بردیم تفریحتون کامل شه. سلفی انگورتون هم که برا بود. دقیق همه اینا رو دیدی؟ انقدر ماشاءالله حواست پرت بود که اصلا یادت رفته بود که من هر روز از تو پارک رد میشم میام خونه. مسیر تو بگو به آدم میری پارک آدم بهت. نه نکن ببین اینجوری نکن، بعدم به دلت رانه اصلا قیافت رو اینجوری نکن. ببین این اومد شروع کرد حرف زدن هی رو مخ من راه رفت، من یه جای منظورش رو فهمیدم همونجا قیچیش کردم زدم با پشت دست، یعنی پشت دستمو زدم تو دهنش که بره پی کارش بابا. حالا خیالم باشه میخوام که تو دامش نیفتی. حالا من آخه من تو دام اون بیفتم دیگه ساده بچه شدی. همون اول من بهش گفتم ببین برو این دام چیز کن، مثلا این تلهی که میخوای مثلا مرغه رو چیز کن، اینه برو بنه بابا. بعدش هم با من مرد مجردم سالهاست، من میدونم رو من چشم نگاهه، میخوان آدم، من که نمیخوام اونا میخوان، همینجا قطعش میکنم. من برم چیزی برات درست کنم بخوری، خستم هستی اینجا. شیوا بابایی غذا چی میخوری برات درست کنم؟ کباب بره. جدی؟ والا همچین میپرسی چی برات درست کنم انگار مثلا جز تخم مرغ چیز دیگه میتونیم. نه میدونم، میگم همون تخم مرغ چه جوری دوستای برات درست کنم. از این مدلا که هم میزنی. اون همزاده ها میگن هضمش خوب نیست. خب از این سفته که سش تدیق میبنده. بابا چیه تو گلو آدم گیر میکنه؟ خب شل درست کن. شل بعد میریزه رو لباست تو میخوای بشونی تاش که خودم نخورم. نه دیگه میگم همون آبپز بخوریم ها. حالا یه ساعت هم باید برای خانم تخم مرغ آبپز درست کن. تخم مرغ نداریم که. نون و انگور داریم بخوری؟ نون نداریم که. سلام خواستی؟ سلام هم تحتیلی؟ بله. من شناختی؟ نه. چطور نشناختی؟ من همونی هم که چند روز پیش اومدم برای مادر بزرگم از این گردن بند رو گرفتم. بعد مادر بزرگ خیلی خوشش اومد تشکر کرد، گفت بچه دختره با سلیقه گرفتی. گفتم اگه میشه مثلا یه دونه دستبندش هم با همون متریال به من بدین که ست بزنم با مادر بزرگ. ببین آقا برو اون توری که پهن کردی رو جای دیگه جمع کن. تور کدومه؟ مگه من مثلا ماهیگیرم؟ مگه دریاست اینجا؟ ببین من که خوب میدونم تو واسه چین دور برداری میپلکی، ولی برو به اون توران خانم و مادر بزرگت بگو که من قصد ازدواج ندارم. آره برو اینجا مزاحم من نشو. حالا که باز حرف به اینجا رسید بذاری منم حرفامو بزنم دیگه. شما اصلا میدونی من کیم؟ آره یادم سمجه یه دنده. نه دیگه اتفاقا کاملا اشتباه میکنی، من یه آدم نجیب و درستکار و با فرهنگ و با ایمان هستم. ببین آقای نجیب و با فرهنگ همه چی تمومه اینا که میگی، این حرف منو ستایتون دو گوشتون فرو کنی که من قصد ازدواج ندارم. ستا کدومه؟ سومیش خودتی دیگه. اینم روزی 10 بار بنویس من قصد ازدواج ندارم. سمیرا اینا پیشت باشه، من فردا ازت میگم. خیلی عجله باش. یه لحظه بایستو. بله. خب چرا؟ خب بگو دیگه. حالا عصبی، حالا میتونی راجع به موضوع سر فرصت فکر کنی، ولی من چیز دیگه میخوام بگم. میگی ازدواج ندیگه. خب. شما به من بگو مرد مورد نظرت چجوریه؟ چه ویژگی داره؟ ببین. چون من قویم. یک قدمه. زورمندم. یک قدمه دیگه. دنبال من بیای. اینجا داد میزنم و همه میگن مزاحمم شدی خوددانی. مزاحم چیزه؟ مراهمی؟ سلام مادر، چه خوب شد اومدی.
داشتم رفتم پیش این آقا محمود سبزی فروش، تو برو به جای من بهش بگو نیم کیلو سبزی کوفته بده. باش میرم. چی شده؟ وایسا ببینم. برم بگیرم. نه یه چیزی شد، پیش دختره بودی؟ آره دیگه، جواب رد داده. معلومه به جهنم. بذار جواب رد بده. توفه فکر کرده که دختر برای تو قحطیه. برو بسرم بهشم بگو نیم کیلو که سبزی میده که خودم پیازش اضافه کنه. باشه برو. باشه نفس خداحافظ. دختری بیشور فکر کرده دختر قحطیه برای پسر من. این دخترای بیلیاقت وقتی هم پسر خوبی مثل کامران گیرش میاد بلد نیستن نگه دارن، بعد میگن شوهر نیست. اه 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 اینقدر تو فکر نباش، تو فکر خیالی چیه میکنی اینقدر؟ بابا من مال دفعه اولمونه، من آرزو بدلیم عروسی مرسی نمیخوایم، چشم نمیخوایم که ما. من میدونم بابا، اصلا ببین بابا که من خودم برای همین نرفتم سراغ این دختر جوان مردم، اصلا دیگه حوصله‌اش رو ندارم. میگم چم دمونم بگه این چی بود آوردین فلان، عسل بذار دهن اینو شاباش رو. دیگه از سن شاباش من و تو گذشته. آره این دختر جوان مردم زد سر من زدی دیگه. اوکی زدم اصلا توقع بابا سوء تفاهم تو رو سوء تفاهم تو چند سالمه؟ آقا من حرفی ندارم. ببین به خدا نه میگم به آقا میگم به خدا من یه تار موی تو رو به 100 تا از این دختر جوان قیف گرفتم. میگم ما دختر گفتی؟ اونه که بابا خیالت راحت باشه دیگه، من باباشم رو حرف من که دیگه حرف نمیزنم، من میگم اونم میگه چش. حالا هرچی ببین فری من حوصله کش و کش ندارم بعدنا گفته باشه. آقا اون سن شوهرش دیگه، فردا ازدواج میکنه میره من میمونم و خودتو مثلا بعد یکی دو سالم حوزم بچه نگو من حوز آرزه رو بچه. حالا گفته باشه من واقعا حوصله این چیزا رو ندارم. چی شو؟ دیرم شو. باش باش رو به کارت برس، تو اینا رو فراهم کردی. خدا خدا حافظ. به سلامت. خیلی مواظب خود باش. مرتشور خود تو برم اون قوز غنیت. رفت قلبم هنگ کردم.